درود بر شما. درود بر شما هممیهنان گل من در هر جای این دنیا که هستید. من آریاناز هستم و خیلی دلم میخواد در مورد کیش زرتشتی آگاهی بدم. کیش زرتشتی کیش بسیار زیبایی که از اجداد ما حدود 3750 سال پیش برای ما به یادگار گذاشته شده. دلم میخواد یه شعر کوچولو از خودم براتون بخونم. بگم خرد هم پدر هم تو را مادر است. خرد بهترین هدیه داور است. دین اش و زرتشت، دین زرتشتی دین خرده. دین عقله، دین باورهاست. البته عقل نه. شاید من اینجا رو اشتباه کردم. عقل کلمه اشتباهیه. ما باید بگیم خرد. عقل به معنی شتر پابسته میشه که ما معمولا ازش استفاده نمی کنیم. این نکته یه که باید هممون در نظر بگیریم. اش و زرتشت اولین پیام‌آور راستین جهانه. اش و زرتشت کسی بود که به ما یاد داد با خرد خودمون چجوری راه خوب و بد رو انتخاب کنیم، بد و از خوب چجوری تشخیص بدیم، و به ما آزادی گزینش راه داد با کتاب زیبای گاتا، سروده های زیبای اش و زرتشت که نگین کتاب اوستاست. کتاب اوستا کتاب مذهبی ما زرتشتیانه که برای همه ما احترام داره به خاطر تاریخی بودنش، به خاطر اینکه در طی تاریخ این کتاب نوشته شده و کهن‌ترین کتاب دنیا به شمار میاد. اما نگین این کتاب و اصلی ترین قسمت این کتاب گاتاست. گاتها سروده هایی از خود اش و زرتشته، سروده هایی بسیار زیبا، انسانساز، برای زندگی، برای بهتر زندگی کردن. درس هایی که باید تک تک ما اونها رو به گوش جان بسپاریم تا بتونیم خودمون رو به انسانیت و به اهورامزدای خودمون نزدیک کنیم. در دین زرتشتی مسائل بسیار زیبایی وجود داره. دلم میخواد خیلی راحت باهاتون برخورد کنم. دلم میخواد منو به عنوان مهمون خونتون قبول کنین. دلم میخواد با هم دوست باشیم تا بتونیم اون آگاهیایی که از کیش زرتشتیه راحت در اختیارتون بذارم و خودتون با اندیشه خودتون انتخاب کنین، بخونین، بسنجین و راهتون رو پیدا کنین. در دین زرتشتی میتونم بگم خوشبختانه معجزه و یا امداد غیبی وجود نداره و این یکی از بهترین و زیباترین نشان آیین ماست. آیین ما آیین راستیه، آیین درستیه، آیین اندیشه است، آیین وهومنه. وهومن یعنی اندیشه نیک، یعنی تو خودت باید راه بد و خوب رو انتخاب کنی قبل از روز واپسین. قبل از روز واپسین منظور آخر زمان یا قیامتی نیست، قبل از روزی که تو بخوای از این دنیا بری، چون هر کاری که در این دنیا بکنی باز به خودت برمیگرده. دین ما، کیش ما، دین بهی پاسداری میکنه از تمامی عناصری که در گیتی وجود داره: آب، باد، خاک، آتش، گیاهان، جانوران، و ما از اونها پرستاری و نگهبانی میکنیم، چون همه اینا آفریده های اهورامزدا هستن. اهورامزدایی که برای ما شادی رو آفرید، شادی رو به ما هدیه داد، عشق رو به ما هدیه داد. ما عشق رو از اهورامزدا هدیه گرفتیم. پس بیاین به همه دنیا عشق بورزیم، با عشق زندگی کنیم، همدیگر رو دوست داشته باشیم و در راه عشا
یا همان درستی و راستی پیش بری، همون چیزی که آرزویش و زرتشت بود. دلم میخواد که در مورد فروهر با هاتون صحبت کنم. فروهر یک نشان ملی ایرانیه، نشانیه که فکر میکنم اکثر ما ایرانی ها اونو میشناسیم، به گردنمون داریم و دوستش داریم و حتی توی خونه هامون داریم. معنی فروهر بسیار زیباست. بعضی اوقات پیش خودم فکر میکنم با این معنی که داره، اگر هر کسی اینو به گردنش داشته باشه و واقعا بتونه با تمام وجودش اینو درک کنه و به اجرا در بیاره، دیگه در جهان بدی وجود نداره. اون پیرمردی که کلاه به سر داره و سرش رو به آسمان کرده، پیر داناییه که از همه دنیا آگاهی پیدا کرده، خردش کامل شده، خدای خودش رو شناخته و تونسته ارتباط خوبی با اهورامزدا یا خدای بزرگ داشته باشه. دست‌های برافراشته فروهر که بسیار زیباست و میشه گفت با دست‌های برافراشته داره خدای خودش رو نیایش می‌کنه و تشکر می‌کنه به خاطر تمام اون داده‌های اهورایی. در دست چپ این فروهر ما یه حلقه می‌بینیم. این حلقه، حلقه مهر، حلقه پیمانه. یعنی اینکه اگر با کسی عهدی بستی، اگر با کسی پیمانی بستی، این پیمان رو نشکن. و این حلقه از کشور عزیز ما ایران به همه جای دنیا رفت و به عنوان حلقه ازدواج امروزه استفاده میشه. در بالهای این فروهر بسیار زیباست که بهتون بگم سر فروهر اندیشه نیک رو داره، به معنی این که شما همیشه باید اندیشتون نیک باشه تا بتونین گفتار و کردارتون رو که روی بالهای فروهر قرار میگیره طبق اون تنظیم و بر اراده خودتون راه بدی و خوبی رو انتخاب کنین. باز به این نشانه که نگاه میکنیم، نشانه فروهر، یک در دامنش یک دایره ای رو میبینیم. این دایره میتونه همون کارما یا بازگشت به خودمون باشه، یعنی هر کاری که ما تو این دنیا میکنیم باز به خودمون برمیگرده. واژه دین در کیش زرتشتی یعنی وجدان، یعنی دعینا. دعینا در کتاب ما زرتشتی ها زیاد به کار برده شده و ما دین رو به عنوان وجدان بهش نگاه میکنیم. وجدانی که هر انسانی باید داشته باشه تا بتونه راه خوب و بد از هم تشخیص بده. کیش زرتشتی کیش اختیاره، کیش آزادیه، کیشی که خودت میتونی انتخابش کنی. حتی خود زرتشتی زاده ها توی سنی که میرسن با آزادی کامل دینشون رو انتخاب میکنن. کیش زرتشتی کیشیه که راه بد و خوب و جلوی ما میذاره، ولی اشو زرتشت در کتاب گاتها به ما میگه تو میتونی خودت انتخاب کنی راه تو، اما وقتی تو راه خوبی رو انتخاب میکنی به خوبی میرسی و خودت پیروز میشی، و باز وقتی راه بدی رو میری باز به خودت ضرر میزنی. چیز جالبی که در کیش زرتشتی هست و من خیلی دوستش دارم، برابری زن و مرده. این برابری به طوریه که جایگاه زن و مرد با هم برابره، حق و حقوق زن و مرد با هم برابره. زن و مرد رو با یک دید می‌بینن. زن میتونه شاه بشه، پادشاه بشه، مرد میتونه شاه باشه، پادشاه باشه. مرد و زن در کنار هم میتونن به بهترین ها برسن با خرد، با اندیشه.
آزادی اراده و دین، اختیار انتخاب راه خودمون، این زیباترین داده کیش زرتشتیه. شما میتونید راه بد رو انتخاب کنید، شما میتونید راه خوب رو انتخاب کنید. خوبی به خودت برمیگرده، بدی نیز به خودت. پس اشعار زرتشت میفرماید از این دو راه قبل از روز واپسین یکی رو انتخاب کن. در کیش زرتشتی اجباری وجود نداره، جبری وجود نداره و همه چی اختیاره. هر زرتشتی یا هر زرتشتی زاده‌ای در یک سنی که به بلوغ فکری میرسه میتونه سدرپوش بشه. سدرپوشی مراسم بسیار زیباییه که میتونه همگانی باشه و همه در این جشن شرکت کنن با حضور موبدان و بسیار زیباست و اون شخص به جمع بسته‌کشتیان میاد و بهش تبریک میگی و این یک انتخابه. ما چیزی به عنوان این که ارث دختر کمتر از پسر، پسر بیشتر از دختر، ما شریعتی نداریم. تمام راه ما راه راستی و درستیه. ما دستوری در دین نداریم، ما فقط باور داریم و خرد. ما با خرد زندگی میکنیم، چون اشعار زرتشت به ما یاد داد که از خردتون کمک بگیریم، همون جور که خود اشعار زرتشت با وهمن خودشون تونستن با خرد خودشون با اهورامزدا ارتباط برقرار کنن و پرسش کنن و پاسخو بگیرن. یعنی اینکه طوری نبوده که اهورامزدا بیان و با اشعار زرتشت صحبت کنن، نه، ما یه همچین چیزی نداریم و این زیبایی دین ماست. دینی که از خرد میاد و به دل میشینه و بر قلب‌های ما حکومت میکنه. من فکر میکنم گاتها یکی از کتاب‌هایی که هر ایرانی باید یک بار اونو بخونه، حتی اگر زرتشتی نیست، چون فکر میکنم خیلی از درس‌های زندگی در این کتابه، در این نگینیه که در قسمت میتونم بگم در بین اوستا قرار گرفته. نگین زیبا و درخشنده، نگین انسان ساز. مطلب بعدی اینه که ما در دین زرتشتی بکن و نکن و برو و بیا و نخور و نپوش نداریم. ما هر چیزی رو اندازش رو با خرد خودمون اندازه میکنیم. منظور اینه که مثلا حجابمون رو خودمون حدش رو میدونیم، خوراکمون رو خودمون، چون اشعار زرتشت میدونستن که انسانها به اون حدی رسیدن که چقدر بخورن، چقدر بپوشن، چجوری زندگی کنن و این آزادی رو به ما دادن که ما خودمون حد خودمون رو تعیین کنیم. باید یه نکته‌ای رو بهش اشاره کنم، نکته‌ای که در کیش زرتشتی آنچنان که زن و مرد با هم برابرن، تک همسرم هستن. یعنی چی؟ یعنی هم زن حق نداره و هم مرد حق نداره زن دیگه‌ای بگیره. فقط یک بار ازدواج میکنن و با یک نفر. در مورد حجاب، حجاب زن ایرانی، زن زرتشتی، باید بگم حجاب تنها ظاهر و پوشش آدم ها نیست. حجاب، حجاب چشمه، اون اصالت ایرانیه، اون فرهنگ ماست، اون قلب ماست که حد و مرزش رو ما خودمون تعیین میکنیم با نجابتمون، با نجابت یک مرد ایرانی، با نجابت یک زن ایرانی. و درود بر مردانی که پلک چشمانشون حجابیه برای تمام زنان دنیا. دلم میخواد در مورد فروهر بازم صحبت کنم.
فر و هر نشانیه که میتونه خیلی درس‌ها رو به ما بده. میتونه به ما بگه که اگر اندیشت نیک باشه، وقتی فکر خوب میکنی، خود به خود گفتارت هم زیبا میشه، گفتارت هم نیک میشه، کردارت هم نیک میشه و همینجور به پیش میدی تا به انسانیت برسی. در کیش زرتشتی برابری، برادری، دوستی، عشق، محبت، جشن، مراسم و هر چی که شما نگاه میکنید همه روی سنن و آیین خودش پیش میره، بدون اینکه حتی بخواد ذره توش خرافه‌ای باشه، چون دین زرتشتی، کیش زرتشتی خرافه‌ای نداره. ما به دور از خرافه آیین‌هامون رو انجام میدیم. جشن‌های زیبای ماهانه داریم، جشن‌های گهنبار داریم، جشن‌هایی داریم که در اون از زنان تقدیر می‌کنیم، جشن‌هایی داریم که از مردان تقدیر میشه و جشنی داریم که روز عشق رو به هم تبریک میگیم. چون دین زرتشتی، کیش زرتشتی بر پایه عشق بنا شده. فقط عشق. سعی کنیم این عشق رو تو قلبمون نگه داریم و به هم هدیه بدیم. فقط برای خودمون نگرش نداریم. چون اشو زرتشت دلش میخواست که همه ما دست در دست هم یک دنیای آبادی داشته باشیم. یک زمین آباد، یک زمینی که پر از عشق و دوستی باشه. آرمان‌های کیش زرتشتی بر این پای است که ما بتونیم هستی و گیتی رو آباد کنیم. یعنی بتونیم در زمینی که هستیم یا در هر جایی که زندگی می‌کنیم اونجا رو به آبادی برسونیم. کمک کنیم به پیشرفت جهان. کیش زرتشتی به ما یاد میده که تنها به اون دنیا فکر نکنیم. ما باید در این دنیا زندگی کنیم، شاد زندگی کنیم و از تمام داده های اهورامزدا استفاده کنیم و لذت ببریم. اهورامزدا به ما شادی رو هدیه داده، به ما عشق رو هدیه داده. پس ما با سوگواری، کیش زرتشتی با سوگواری میونه نداره. ما زرتشتی ها معتقدیم که انسانی که از بین ما میره، عزیزی که از بین ما میره، مطمئناً جای بهتری خواهد رفت، چون فروهر اون برمیگرده به خود اهورامزدا و این زیباترین لحظه است. پس ما در این زمان سیاه نمیپوشیم، سوگواری نمیکنیم، اما خوشحالی هم نمیکنیم، بلی میدونیم عزیزی که رفته جای بهتر از اینجاست. ما در مراسم هامون که پرسه نام داره، مراسم های درگذشت، در پرسه هامون سعی میکنیم از رنگ های سفید استفاده کنیم. روسری سفید، لباس سفید، کلاه سفید. اصلا کلن رنگ سفید در دین زرتشتی رنگ روشنایی، نور، خرد، ایمان، پاکی، نشانه پاکی و درستیه. ما از رنگ سیاه استفاده نمی کنیم. رنگ سیاهو اصلا در دینمون خوب نمیدونیم و خوب نمیبینیم. دلیلش هم اینه که اشو زرتشت به ما یاد داده که دین ما دین شادیه. ما تولد اشو زرتشت رو به بهترین شکل جشن میگیریم. تولدامون رو به بهترین شکل جشن میگیریم. ولی در جاهایی هم که سوگوار هستیم، که سوگواری نمیکنیم، فقط سعی میکنیم نیایش کنیم و دلمونو با اهورامزدا نزدیک کنیم. همین. چون اون کسی که بین ما رفته به بهترین جا رفته. روان ما در این دنیا هر کاری که بکنیم، مثل همون فروهری که همه ما تو گردنمون اکثرا داریم، هر کاری که بکنیم مثل اون پایین، اون قسمت پایین دامن فروهر، اگر یک دایره ببینید برمیگرده به خودمون. سعی کنیم خوب باشیم تا خوبی رو به خودمون برگردونیم. سعی کنیم اگر تو کوه داد میزنیم، عشق رو داد بزنیم که همون صدا به خودمون برگرده. هر کاری که در این دنیا بکنیم، هر راهی رو که در این دنیا بریم، سود و ضررش فقط برای خودمونه. دروغی که امروز من میگم
ضررش برای خود منه و اگر راست بگم پاداشش برای منه. کیش زرتشتی کیشیه که همه چیش به اندازه است، یعنی کیشیه که هیچ وقت قدیمی نمیشه، برای دیروز، امروز، فردا و همیشه نوعه، به دلیل اینکه در کیش ما فرشگرد وجود داره. یعنی چی؟ یعنی جهان رو نو کنیم، یعنی از جهان لذت ببریم، یعنی به علم روز پیش بریم. و در کیش ما من فکر میکنم چیزی که خیلی مهمه، روزی که ما داریم بسیار زیباست و من عاشق این چهار روزم که در هر ماه ما این چهار روز رو از گوش خوردن پرهیز میکنیم، از کشتار حیوانات پرهیز میکنیم، چون اشو زرتشت کلن دوستار حیوانات، انسانها، زمین، زمان و همه گیاهان و کلن همه چی هستن. پس ما باید سعی کنیم با اون آموزش های صحیح، با اون درس هایی که از گاتها میگیریم طبق همون، البته بایدی وجود نداره، ما این روزه ها رو با باید انجام نمیدیم. هر کسی که دلش بخواد میتونه این چهار روز از گوشت خوردن پرهیز کنه. خود من شاید دلم میخواد در ماه بهمن یک ماه اصلا گوشت نخورم، اون به خودم برمیگرده، یعنی اون دلایل شخصی خود هر زرتشتیه، ولی دستور و شریعتی وجود نداره که باید حتما خودتو آزار بدی، روزه بگیری. نه، یه همچین چیزی نیست. مثل همون حجابمون که باید درونش اصالت و خرد و نجابت و فرهنگ ایرانی رو در نظر بگیریم. مثل ازدواجمون میمونه که وقتی که با خردت انتخاب میکنی، همونجور که اش و زرتاش به دختر خودشون گفتن با خردت انتخاب کن، و بعد از اینکه انتخاب کردی زندگی رو قشنگ و زیبا و با عشق ادامه بده، ما هم باید این گونه باشیم. ولی در بعضی از موارد میبینیم که مشکلاتی که پیش میاد خب و واقعا ناراحت کننده است، شوربختانه باعث میشه که جوانها از هم جدا بشن و در دین ما این به ندرت پیش میاد، اون هم در مواردی بسیار خاصه که در برنامه های بعدی امیدوارم که بتونم در مورد صحبت کنم. چیز دیگه ای که خیلی برای من مهمه اینه که ما یاد بگیریم به دانش روز، با دانش روز پیش بریم، ما به عقب نگاه نکنیم. دین زرتشتی دینیه که میگه به علم نگاه کن، با خرد جلو برو، یعنی دانش و خردتو با هم ترکیب کن تا بتونی به راه درست و راستی برسی. پس ما میتونیم دین زرتشتی رو دین خرد بذاریم اسمشو، خردی که برای همه ما قابل احترام. در مورد آتش میخوام صحبت کنم. این موضوع خیلی موضوع مهمیه که با یه جلسه و با چند دقیقه نمیشه در موردش بحث کرد. خیلی دلم میخواد بدونین که قبله ما زرتشتیان نوره، نور مطلق. آنچنان که در کتابهای دیگه ادیان دیگه هم اگر نگاه کنین، من خودم دیدم که در قرآن حتی نورالانوار میگن. ما در کتاب خودمون شیدان شیدو داریم، در تورات به نام دیگه، در انجیل به اسم دیگه، و حتی در تورات خداوند رو به صورت آتش میبینه موسی، و میتونیم بگیم که تمام گرمای اون آتش، تمام زیبایی اون آتش، یعنی گرمای وجودی ما، آتش درون ما، عشق ما به اهورامزدا. پس ما زرتشتیان از آتش پرستاری میکنیم، از آتش نگهداری میکنیم، چون اگر آتش نبود امروزی هم تمدنی هم در کار نبود. پس آتش برای ما خیلی مهمه. در زمانهای قدیم جایی رو درست می‌کردن که به
بهش میگفتن آتشگاه. آتش رو جمع میکردن چون درست کردن آتش بسیار سخت بوده در هر خونه. در اونجا یک کسی آتش رو نگهداری و پرستاری میکرده تا بتونن از هر خونه بتونن بیان و این آتش رو برای منزلشون ببرن و این آتش رو به گرمای خونهشون بدن، دورش بشینن و با هم باشن. اگر نگاه کنی میبینیم گرما همیشه باعث میشه همه دور هم جمع شن. آدوریان ما هم به همین صورته. آدوریان ما هم جاییه که قبله ماست، جایی که نور مطلقه، چون ما خدا رو نور مطلق میدونیم. زمانی که میخوایم نیایش کنیم، که دوست دارم در برنامه های بعدی در مورد نیایش هامون با هاتون صحبت کنم، در مورد سو و قبلمون، قبله ما نوره. هر جایی که نور باشه برای ما قبله است، ما همونجا میتونیم نیایش کنیم. خورشید، ماه، آتش و این زیبایی دین ماست. چون خداوند جا و مکان مشخصی نداره. و این که خیلی دلم میخواد بهتون بگم اگر بیشتر و بیشتر و بیشتر در مورد آیین زرتشتی، کیش زرتشتی آگاهی داشته باشیم، میتونیم بیشتر ایرانتون رو بشناسیم. هر ایرانی میتونه با گذشته خودش رو شکوفا کنه، چون هر کس با تاریخ خودشه که میتونه به اصل خودش برسه. من در فیسبوک پیجی دارم به نام آریاناز که خوشحال میشم سری به پیج من بزنیم. پیجیه که خیلی دوستانه است. گاهی اوقات شعری مینویسم، گاهی اوقات از استادان و بزرگان و موبدان مینویسم، گاهی اوقات از دلم مینویسم. فکر میکنم پیج خوبیه تا الان که خوب پیش رفته و از این به بعدم با یاری اهورامزدا حتما خوب پیش خواهد رفت. به شما به درود میگم تا درودی دیگر. در پناه اهورامزدا شاد، خوش، سربلند و پیروز باشید.